عزیزان خیلی بحثا داره در مورد امپراتوری ایران بزرگ در منطقه دیگه به صورت جدی تر داره پیگیری میشه الان خب در چند سال پیش نتانیاهو اینو بعد یه کردیتش رو به نتانیاهو بدیم تقریبا اولین کسی که در منطقه متوجه پدید آمدن هنوز که هنوز ما میگیم نه دوستان مذهبیمون خیلی جالبه نه اپوزیسیون هر دو طرف ما رو دارن مسخره میکنن ولی در محافل جدی تو منطقه همه دارن میگن آقا ایران داره امپراتوری تشکیل میده منتها اینقدر ما ایرانی ها عزت نفسمون از دست دادیم اینقدر خود کمبین هستیم تو هر جبهه یا در جبهه اپوزیسیون دارن این جمله رو مسخره میکنن در جبهه مذهبی ها من میدونم خیلی از اینا که من نگاه میکنم و همین دوستان مذهبی که نگاه میکنن تای دلشون میگه این داره این بخش دیگه چرت میگه بحث امپراتوری و این به خاطر خود کمبینی خودمونه یعنی باورمون نمیشه که آقا این امپراتوری داره شکل میگیره ایران یک امپراتوری است به خاطر که تاریخو نمیدونیم به خاطر که همیشه مغزمون رو شستشو دادن همیشه به ما ایرانی ها گفتن شماها عقبتر از غربی ها میگم همیشه بر دو قرن گذشته است وگرنه ما در دوران صفوی بحث اینو داشتیم که بخوایم یک امپراتوری بزرگ رو شکل بدیم یا در زمان نادرشاه افشار هم دابنیم. اینا همش مال ببخشید چجوری بهتون بگم یه جمله ای داره که خطنگری در حقیقت میخوام بگم خطنگری زمان قاجار به این سو هست خط نمون کردن از یک نظر خطنه فکری مون کردن و تمام این روحیه آریایی ما رو گرفتن وقتی که میگیم آقا ایران است دوست و دشمن زن قبول ندارن و میخندن ولی خب ما دیدیم نفر اولی که در منطقه فهمید ایران به سوی یک امپراتوری بزرگ میخواد بره خدایش نتانیاهو بود این کردیتش مال نتانیاهو ترسید اومد و همیشه هم دیدید دیگه شو بازی میکنه برگه نقشه منطقه رو کشید ایران داره امپراتوری حقامنشی رو شکل میده خب رفته رفته البته خوشبختانه در محافل جدی تر داره این قضیه پیش میاد در بحثای منطقه ای خیلی از تحلیلگران به این قضیه رسیدن و جالبه خیلی از مقامات ایران هم دیگه دارن سخن از امپراتوری ایران میکنن امپراتوری ایران بزرگ میکنم با قدرت این جمله رو بیان میکنم که در بخش بعدی برنامه مقامات ایرانی رو بررسی میکنم و در اینجا سخنان یکی از کارشناسان ضد ایرانی که متاسفانه عراقی هم هست یه کارشناس عراقی که ضد ایرانی به نام تا... طالب العود یا طالب العواد که اسمشون هست خیلی دعوت میکنن در رسانه‌های مختلف و ایشون نشسته و میگه آقا ایران داره امپراتوری تشکیل میده شما کجایی داخل گوش کنیم اجازه بدید براتون بذارم تاریخ شویه یعنی خب میگه که بعد بریم به تاریخ مراجعه کنیم عندما یسمى دول بقوه مصر سوری المحور حافظ الاسد مبارك عبد الله هذا المحور ما يسمى لم يضع استراتيجي تمام رژیم های عربی که به وجود عمر از حسنی مبارک بگی تا اسد و غیره هیچ کدوم برای امنیت ملی عرب هیچ برنامه ای نداشت هیچ استراتژی نداشت للامن القوم العربي اجوا الايرانيين لقوا فراغ میگه ایرانی ها و سحنه رو خالی دیدن و کسی هم در این جمله اشتباهیه ایرانی ها همواره یک امپراتوری بودن آقای عزیز به عدم وجود و هذه هم اساسا لديهم هذه النظره التوسعيه تصدير التوراه تحت اي هامش میگه که خیلی جالبه اینجا میگه اساسا ایرانی ها این نظریات گسترش طلبانه رو دارن مثل صادر کردن انقلاب در حال حالتی خب این درسته ببینیم که مثلا میگه انقلاب صادر کنیم میگه ما ایرانی ها همیشه به دنبال این امپراتوری بودیم حالا در یک اتوماتیسم تاریخی ما اومدیم و همون راه حقامنشی ها داریم تمام افکار ایرانی خودمون رو در یک مهندسی معکوس در دین دشمنانمون درست کردیم به اسم شیو غیره حالا میگیم میخوایم صادر کنیم اینها هوشمندی ایرانی هاست هوشمندی ایرانی هاست که شما باید خیلی تاریخ ها برید جلو تا بفهمید دقیق داره چه اتفاقاتی میفته ته داستان برید میبینید که آقا همین حکومتی که داره یک سری کارا میکنه اصلا شاید به زبان اصلا قبولم نکنه تا تهش بشینیم قبول نکنه در عمل دارن راه هخامنشیان راه ساسانیان رو میرن با همون افکار اتفاقا اتفاقا با همون افکار چون اگر افکار اسلامی بود که بعد مثلا ما میرفتیم مردم ایزدی رو لطپار میکردیم به مسیحی ها کمک نمیکردیم غیره و سردار بزرگ ایران سلیمانی وقتی که میره تو منطقه از کسانی که حتی دو تا خدا تو باورهاشونه دو آلیسی هستن و حتی کسایی که مسیحی هن غیرن همه اینا رو کمک میکنه به فارق از بحث اینکه اینها به چی باور دارن و به چه دینی این همون کاری که شاهنشاه کوروش میکرد رفت و حتی سجده کرد در برابر بت بر بر مردوک اتفاقا این سجده کردن در برابر بت مردوک یه کار بزرگی بود میخواست به اونا بگه آقا جا من به خدای شما احترام میذارم همین کارا عملا نیروهای گارد جویدان دارن تو منطقه انجام میدن میرن میبینن طرف مسیحی دفاع میکنن از کلیساش طرف دو خدا داره میگه خدای شر و خدای خیر به اونم کمک میکنه در حالی که مثلا ایرانی ها یا به ویژه حالا بحثی که هست خیلی مثلا میخوایم بنازیم به, به اینکه آقا ما خدای یکتا رو قبول داریم حالا من چند تا خدا را هم کسی قبول داشته باشه چیز بدی نمیدونم حالا داستان های منی خود متفاوته نمیخوام بازش کنم ولی با اینکه ما تعصب داریم رو خدای یکتا کلا به خصوص نیروهای گارد جاویدان ولی وقتی برخورد میکنن با کسایی که دو آلیسی و دو خدا قبول دارن به اونها کمک میکنن به زن و بچهشون کمک میکنن این کاملا یک روانشناختی حقامنشی است که حتی اگه طرف بت هم به پرسته بهش احترام میذاریم این احترام به عقاید مختلف اینه این چیز ایرانی ها طرف بود پرست هم باشه ما بهش احترام میذاریم گاف پرست هم باشه احترام میذاریم که بعضا اتفاقا اینها در بعضی از مواقع از که ادیان الهی و سامی رو قبول دارن یه خود از نظر فکری و اینا قوی تر هم هستن حالا آدم برخورد میکنه ولی ما به همه احترام میذاریم این در دیدگاه های اسلام ناب محمدیه که به هیچکی اعتراب نمیزده میگید اما من خدام یگانه است مثلا افتخار میکنه مثلا آقای ابراهیم رفته بت مردم رو شکونده اون ببین دوتا فلسفه جدا است یعنی ما دو فلسفه از بیخوبون جدا از هم داریم اینو بارها گفتم من بعد این پرانتز رو باز کنم پوزش میخوام ما از همون به قول بچه ما به بسم الله با اینا ما چی داریم اصلا مشکل فکری داریم ما ایرانیا بر همین ما شیعه میشیم مثلا آتش برای ما نشانه پاکی مثلا براش آتشبان داریم آتشکده داریم نشانه گرماست مثلا کسی اگه بچه دار نمیشه میگن اجاقت کور شده این بحث اجاق داشتن و آتش داشتن خیلی مهمه حالا در باورهای سامی که ربطی به اسلام نداره کل جریان سامی مسیحیت یهودیت کلا جریان فکری سامی با ما آریایا دو جریان کاملا متضاد به هم هستند برمیگرده میگه که نه آتش نشانه شیطانه تو جهنم وسیله عذاب بنده گناهکاره نه آتش رو یک چیز بدی میدونه همش و کسی رو میخوان حتی تو دنیا اذیت کنن با آتش میخوان اذیت کنن مثلا ابراهیم رو میندازن در آتش توی باورهاشون حالا اینکه ابراهیم هست یا نیست واردش نمیشیم تو باورهاشون این گونه است یعنی ما ایرانی‌ها اصلا دیدگاهمون متفاوته حالا ایشون که میگه که اساسا ایرانی‌ها این نظراتی گسترش طلبانا رو دارن بله ما این بحث گسترش طلبانه در حقیقت خب ما یک امپراتوری هستیم و این در ژن منطقه است که ایران یک امپراتوریه و مردم این منطقه میخوان یک پدر داشته باشن ببینید دوستان داشتن یک پدر داشتن یک رهبر داشتن یک پادشاه از اوجب واجبات حرفای مسخره دموکراتیکو دموکراتیک رو گوش نکنید دموکراسی شما برید مسئله آمریکا رو که ببینید مسخره ترین چیز ممکنه مثال بزنم چون این بخش خیلی مهمه تا برسیم به صحبت این آقای طالب شما الان در آمریکا میبینید آقای ترام هر روز با یک چالشی مواجهه در درون خودشون الان اومدن مطرح کردن استیزاه آقای ترامپ خب ببین تمام رئیس جمهورهای آمریکا از این کسافت که ترام داره میکنه کردن حالا اینا از ترام خوششون نمیاد میگن آقا دم انتخاباته آقا مساله کشور رو ول میکنن درگیری آمریکا با ایران و غیره رو من به عنوان یه آمریکایی اگر باشم اینجوری بعد نگاه کنم دیگه ما الان میخوایم از دریچه چشم یک آمریکایی به قضیه نگاه کنیم الان آمریکا درگیر با ایران و فلان و یک سری درگیری اقتصادی با چین و رقابت با روسیه و همه اینا وجود داره تنش ها با اروپا وجود داره آقایون آقایان دموکرات برای ماهیگیری در انتخابات 2020 -20 میان چیکار میکنن مسئله استیزای ترامپ رو پیش میکشن جرمی که همه رئیس جمهوراشون بارها انجام دادن گفتگوش با رئیس با این مقامات اوکراینی رو همه اینا به طرق مختلف انجام دادن و میدونن که این استیزاه به نتیجه هم نخواهد رسید یعنی با علم به این که مطمئنن و صد درصد میدونن که اصلا امکان نداره آقای ترام از ریاست جمهوری حذف بشه این مسائل رو پیش میکشن این مسئله پیش میکشن به خاطر که تیم انتخاباتی آقای ترامپ رو در حقیقت مشغول کنن بهش میگن مشغول سازی که بخواد ماهی انتخاباتشون رو پیش بگیرن مثلا برنده بشن خب اینا چیزای چندش آور در سیستم جمهوری است اینا چیزای چندش آور در سیستم دموکراتیکه من نمیگم من نمیگم آقای رابرت بائر مقام سابق سازمان سیا در میز خاورمیانه میگه برنامهش ساختم بالای 100 هزار تان بازدید داشت و ایشون داره برمیگرده میگه که خوبی ایران نسبت به آمریکا اینه که ایران یک رهبر داره که حرف آخر رو میتونه بزنه ولی ما در آمریکا هر اتفاقی که بیفته این اتفاقات چهار سال و نهایتا هشت سال اعتبار داره و تضمینی برای امضاهایی که ما با کشورهای مختلف داریم میدیم وجود نداره چون ما هر رئیس جمهوری که میاد بخواد که اصلا توی چیز انتخاباتی همینه دیگه هر رئیس جمهوری اگر جبهه مخالف بیاد روی کار باید تمام چیزای انگار حکومت عوض شده باید کارهای گذشته رو از بین ببره خب آقا مملکت رو حواس. این آمریکا به یک مسخرگی رسیده که آقا هر چهار سال یک بار میخوان یک انتحالا باز ما انتخاباتمون خوبه در 15 روز نهایتا دو ماه درگیره هر چهار سال دو ماه درگیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ها بیش از یک سال درگیر انتخابات ریاست جمهوری هن. این تا رئیس جمهور میاد به خودش برسه تا میاد به خودش مثلا ببینه آقا چه خبره چند چنده سریع انتخابات پیش میاد انگار ترام دیروز رئیس جمهور شد الان دوباره انتخابات داره برگزار میشه و یک سال خورده این انتخابات پیش میره پس بنابراین از این نظر ما میتونیم بگیم سیستمی که الان در کشور ما فارغ از اون بحث جمهوریتش که پدر این مملکت رو درآورده و اون بحثای واقعا تیرگی انتخابات و غیره که وجود داره این که یک رهبر یک شاهنشاه اینا حرف آخر رو میزنه و راه نشون میده این خیلی مهمه این در ژن ما آریایی ها هست ژن ما آریایی ها پادشاهی برای همین خامنه ای دقیقا در کاخ مرمر که من ترسیم میکنم دقیقا در مقام پادشاهی است و درسته من میگم اینو باز من نمیگم رابرت بایر میگه میگه سیستم رهبری در ایران بهتر از آمریکای ماست <تصفح> مال سازمان سیاهه شما در کشوری دموکراتیک میبینید دیگه واقعا سیاست های پایداری ندارن ولی در ایران باز ما یک رهبری داریم خدا رو شکر حرف آخر رو میزنه حتی اگه یک جام اشتباه بشه باز یک نفر جمع میکنه قضیه رو این سیستم آریاییه خب ما برای همین همیشه این دیدگاه های گسترش طلبانه رو به قول این آقای طالب داشتیم و ما همیشه پدر این منطقه بودیم رهبر این منطقه بودیم و حتی سودای رهبری بر جهان داشتیم و بزنم در دوره هخامنشیان و ساسانیان داشتیم بر نیمی از زمین های شناخته شده یه دنیا حکم فرمانی می کردیم اینا قضایی قضای است که باید همه بدونن و خب دشمنان دارن می فهمن. دشمنان خارجی ما در منطقه و غیره دارن می فهمن. ولی دشمنان داخلی ما که اپوزیسیون باشه و برخ زن برخی از دوستان هنوز تو باق نیستن که امپراتوری ایران خیلی جدی تر از این حرف لعبة لعبة یعنی يعني فی في تقديري لعبة جدا جدا ذكية أنه قدروا يمسون يلعبون على خب میگه ایرانیا با یک هوشمندی تونستن کشور عرب زبان حالا با حس عربی بازی کنن و قضیه فلسطین را برای حس عربی در مرکزیت قرار داده چه نزد بچه و چه نزد بزرگ مثلا, مثلا عربی. مسئله فلسطین مهمه خب ببینید این حرف ایشون به عنوان یک دشمن ایران داره درست میگه من همواره بهتون گفتم بعضی هم میگن آقا بین این همه کشور چرا ایران و اسرائیل وایسه بخاطر که ایران سودای امپراتوری داره عیزم اسرائیل میخواد یک امپراتوری ابری تشکیل بده کجا؟ تو حیات خلوت ما کجا؟ در سرزمین های تمدنی ما حتی خود تلاویف جز سرزمین های تمدنی ما محسوب میشه کل سواحل شرقی دریای مدیترانه اینها در حوزه تمدنی ایران بزرگ تعریف میشه این افتخار من ایرانیه که ایران بین این همه کشور پرچمدار مقابله با قده سرطانی منطقه یعنی اسرائیله یعنی میدونیم ما چی میگیم از وقت آدم شرمنده میشه آقا این همه کشور ما باید ضد اسرائیل باشیم به خاطر که ما امپراتوری هستیم چرا این رو نمیفهمن بعضی یه خود تاریخشون رو نمیدونن و همش خب بله حق دارید حق دارید از اون بعد جمهوری اسلامی با روش های بسیار غلط مذهبی همه رو فراری دارد بحث رسانه های داخلی خوده شما ها افتایی تو دامن, دامن ماهواره و غیره نقضاتونو رو شسته این تلویزیون های رنگی گلوبالیست دیگه الان میگه چرا ما باید پرچم دار باشیم پس کی باید پرچم دار باشه و الان ببین نتیجهش میوه ی این پرچم داری ما الان میچینیم اینجا میچینیم این میبره میوه چیست؟ جذب جوانان عرب زبان اولا عرب نیستن بچه های لبنان و بچه های سوری و عراق و اینا که اصلا چیز نیستن اینا اصلا عرب نیستن بچه های سوریه که فنقی یا لبنانی ها نیمی فنقی و غیره و حتی میگم الان خیلی جالبه خب بچه های عراقی که کاملا آریایی هن. اصلا اینا که برشه پایتخت اصلی اینا عراق بوده اینا که عرب نیستن عرب زبان هستن و بعضا عاشق ایران و بیشتریاشون دارن فارسی یاد میگیرن خود حسن نصرالله اصلا توصیه آقای خامنه ای در دیداری که با حسن نصرالله الله دو سه دهه پیش داشتن که اینا اومده تو خاطرات من دقیق یادم نمیاد این دیدار برای کی بوده ولی باورم بفرمایید آقای حسن نصرالله در کتاب خاطرات خودشون این جمله رو مینویسه که آقای خامنه ای بهشون میاد و توصیه میکنه که بین بچه های هزبالا زبان فارسی گسترش پیدا بکنه خب اینا ببینید نکاتی است در مورد امپراتوری ایران بزرگ و این حرکت درست ایران بود در پرچمداری در برابر اسرائیل و الان ببینید دشمن ایران این آقایی که داره صحبت میکنه جز دشمنان ایرانه داره به این قضیه چکار میکنه اعتراف میکنه خب دیدار رو باید باز کنیم یه خود آقا جف نگاه کنیم مسئله این که بشینی پای برنامه هایی که از صبح تا شب بگن آی مردم نون ندارم بخورن آی مردم گشتن آی ما الان انقدر زندانی سیاسی سی داریم آی ما فلان داریم آی آقایون نمیتونن کشور آقا که نمیتونن کشور اداره کنن که چرا شما باید نتونستن آمریکاتون بیاد کشور رو مثلا برانداز کنه حکومت ها کشور که هیچی کل منطقه رو ایران داره داره اداره میکنه نه آقایون سوی مدیت اینجوری دارن اونجا آقا مسائل سطحی بیان نکنید تو رو خدا عمق بهش بدید بله در جاهای خیلی گسترده در حوزه داخلی ما سوی مدیت ولی عمق بدید به بحثا تعریفشون در این رسانه از مسائل سیاسی یک تعریف بسیار ابتدایی است بسیار ابتدایی است آخه آدم در سطح یک تحلیلگر در بی بی سی و غیره یا اون مهد که من تو نباید تحلیل ابتدایی بده یه تحلیل بسیار ساده آقا یه خورده جرف کن یه خورده عمق بده ببین داره چی میگه شما ها صبح تا شب تو این رسانه ها میشه میگه آره ایران پول مردم ایران رو برده مثلا جمهوری اسلامی پول مردم ایران رو برده داره توی لبنان و سوریه خرج میکنه حرف های اینا همه ای کشور ها این کار میکنه و ما به درستین رضا من ناراحتم چرا جمهوری اسلامی کم خرج میکنه اتفاقا جمهوری اسلامی در یمن لبنان سوریه بیش از این حرف باید خرج کنه آقا ببینید عمق استراتژیک کشور ما چیه داستانش چیه همین ایستادگی در برابر فلسطین ببین چقدر نیروی نیابتی برای ما به وجود آورد تو منطقه نیروهای نیابتی که دیگه ما اینو من گفتم در برنامه باز میگم تکرار میکنم بعد وقتا باید تکرار کرد امروز ما به قدرتی رسیدیم که به مانند دیروز دیگر لازم نیست با دست خالی در مرزهای خودمون با جوانان خودمون دقت کنید با جوانان خودمون در برابر دشمنان وجودی ما بیستیم عراقی که 33 تا ما از که وقتی که اسیرشون کردیم مزدوران عراقی از 33 کشور مختلف بودن این همه سلاح شیمیایی و غیره بهش فروختن و ما ما دست خالی در مرزهای خودمون استدگی کردیم امروز با پرچمداری علیه اسرائیل ببینید ببینید کجاست استراتژی های آقای خامنه ای با پرچمداری علیه اسرائیل چه اتفاقی افتاده با دست پر بیرون از مرزهای خودمون با جوانان منطقه و عرب زبان در برابر دشمنانمان ایستادیم فرقش اینه چی شد این بعد میگن چرا خرج میکنی خرج نکنیم تو زمین خودمون تو خاک خودمون بعد بجنگیم بفهم عزیز نفر بفر چقدر ما اینا رو بگیم بهتون منظورم این اپوزیسیون براندازه بازم این حرفای کلیشی و پوپولیسی دیدم این زنک نازیلا گلستان خانم نازیلا گلستان شما به ما بگیم این پول شورای ملی که شما گرفتید براتون یه خونه شد توی پاریس اینو توضیح بدید یه شما نمیخواد در بی, بی سی در برنامه پرگار اون مرتی که داریش کریمی بهایی بیای و بگی آره جمهوری اسلامی باید شفاف کنه مسئله مالیش شما اول از همه از خودت شروع کن انگشت اتهام بردی سمت جمهوری اسلامی معذرت میخوام سه تا انگشت سمت خودتا اول خودتا بیاد ثابت کن پولای تو از کجا اومد رفتی خونه خریدی پولای تو از کجا اومد اون شورای ملی پولاش چی شد شما قرار بود بیلان کاری بدید بعد صحبت از شفاف سازی بکنید آره بعد بحث شفاف سازی مطرح کنید به حال ایران امروز دارای چنین قدرتی باز میرن تو اون بی بی سی میشینه میگه برای چی الان دوباره تو بی بی سی دیدم این خانم نشسته برای چی الان ایران باید در سوریه و لبنان باشه بهت گفتم برای اینکه امروز با دست پر با این استراتژی که برگزید و به درستی برگزید دقیقا استان چون ما دم از کوروش بزرگ میزنی بعد به جمهوری اسلامی میگی چرا بیرون از مرزهای ایرانه ببخشید کوروش بزرگ ما همش تو مرزهای ما داشتن یه قلدوقلوازی میکردن انگار یه جور صحبت میکنن انگار کوروش بزرگ فقط اصلا کوروش بزرگ که نصف عمرش بیرون از مرزهای ایران بود خودش میرفت بیرون از مرزهای ایران حداقل کوروش کوروش نکنید دیگه آخه دارم کوروش میزنم میگه هخامنشیان بهش میگم آقا طرف اینجا مینه آقا دانا تو که برمیگردی میگی خامنه شبیه داریوش و کوروش و ایناست آقا تو میدونی اون بزرگان کیه گفتم من میدونم ولی میخوام ببینم شما میدونی نام بچهای کوروشو بگو ببینم اینا مثل خر تو گلگیر میکنه نه میدونم تو میدونی نه کورش پرستیتون کورش پرستیه نه مخالفتتون مخالفت درسته خانم نازیران میان میگه نه فلان کوروش بزرگ چی چیه سلط داره بعد میگه جمهوری اسلامی چرا تو منطقه از کوروش بزرگ که نصف عمرش بیرون از منطقه داشت شمشیر میزد بیرون از مرسا ایران داشت شمشیر میزد دورم هم به شرفش حداقل یه کوروش کورش نکنید دیگه شماها خب پس این اینجا به این نتیجه میرسیم که هوشمندی ایران در پرچمداری علیه اسرائیل چقدر مفید بوده حالا ادامه و ایشون داره اعتراف میکنه ببخشید من باید این پرانتز رو باز کنم قضایه کامل باز بشه فلسطین <applause> واعتقد نجحوا بشكل كبير نجد على لبنان موفق شدن در غزه موفق شدن در فلسطين هم همینطور نجحوا في لبنان <applause> نجحوا في غزه نجحوا في فلسطين ايضا نجحوا في العراق نجحوا في اليمن يعني شعارات الحوثيين الان في اليمن نجد على العراق موفق شدن در اليمن موفق شدن يعني الان هم شعارات الحوثي هم در اليمن مقبره سيد مقبر, مقبر امريكا دقيقا شعاره كي الموت في اسرائيل الموت لأمريكا هذا يستقطب الشارع العربي يعني الص <applause> اصلا ل... ل... ف... ف... ایشون باز میگه عرب زبان ها را ما حول خودمون قرار گرفتیم و عرب زبان های منطقه را علیه دشمنان وجودیمون به کار بردیم تمام جنگ که داره اتفاق میفته ببینید اگر ما در سوریه شرکت نمیکنیم امروز به جای پنج هزار شهید مدافع وطن که حالا خودشون به خودشون مدافع حرم میگن ما بالای ببخشید 500 هزار شهید باید میدونیم با اون داعشی که شما دیدید که اصلا کشتن بود یار داعشی میگفتی آقا آرزو چیه برای چی داری میجنگی میگم من برم میجنگم یه روزی به آرزو برسم به خاک ایران برسم و بتونم مرد ایرانی رو بکشم به زنش در بازارهای فروش غنایم جنگی و غیره بفروشم طبق آیا سوره نساء قرآن چهار تا آیه می آوردن به درستی هم می آوردن البته از این نظر میگفت ما فقط آرزو داریم مرد ایرانی رو بکشیم طبق قوانین اسلام پیامبرم به زناشون تجاوز کنیم بله به این که میکردن. شوخی هم نداشتن و واقعا روایت خیلی دقیقی هم از اسلام داشتن و چشم دیدن ما رو نداشتن تیکه پارمو میکردن خب ولی ما با خوشمندی و با مدافعان حرم و وطن و اینا در سوریه جلوی این حمله و تازش رو گرفتیم برونت برم باز یارو میگه چرا ما تو سوریه ایم ای منطقه ای موقع صراع صراع خب میگه که یعنی درگیری در هر منطقه‌ای و در هر مکانی در اصل درگیری برای تسلط بر مراکز نفوذ است نفوذ ایران بین جدیده درگیری بین یک امپراتوری جدیده ایران. این امپراتوری جدید یک مسئله خیلی مهمیه و بین آمریکا و به همراه اسرائیله. پس، ل, 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 ل فی منطقه، فی هیچ موقع، هو صراع، بالعساس، صراع، علی مراکز نفوذ بین دو امپراتوری جدیده. هاي بایدن... امپراتوری جدید جدا مهمه وبين واجه جديد در مورد ايران جديد ايات المتحده اسرائيل وهاي تاريخيا يعني عبر 7000 ميگو مساله تاريخيه در طول این حفظ با چشپوشي از امريكا اسا همیشه درگیری بر سر تسلط بر منطقه و مراکز نفوذش بوده يعني بغض النظر عن الولايات دور و همیشه در این درگی... نقش داشتن خب این عزیزان مسئله است که الان وقتی که صحبت از امپراتوری جدید داره میکنه و میگه ایرانیا همیشه برای تسلط در نفوذ این منطقه نقش داشتن این منظور داره 7000 سال تاریخ ها داره بیان میکنه و درست داره میگه من میگم دشمن باش مثل این ولی حداقل خودت سرکار نذار بدون چه اتفاقی داره میفته و ایران این امپراتوری رو تشکیل داره میده و الان خیلی ها در منطقه اینو فهمیدن خودمون باید آگاه تر بشیم مقامات ایران باید آگاه تر بشن و این امپراتوری رو به یک شکل بسیار مقتدرانه جلو هر چند تشکیل شده اتفاقای خوب داره میفته آمریکا به هر حال از این منطقه در نهایت این درگیری ها خواهد رفت چون براش چی نه آمریکای جماعت تاجر مسلکه به ویژه حالا که یک رئیس جمهوری دارن که این اصلا یک تعریف دوباره از تاجر مسلکی رو تالا بیان کرده خیلی تاجر مسلکه یعنی اصالت داره در این بحث تاجر مسلکی و اینها وقتی که ببینن چیزی آیدشون نمیشه دومشون رو کولشون میزنن و خواهند رفت و امپراتوری ایران شکل خواهد گرفت کشور عربستان و غیرم دو راه بیشتر ندارن یا جلوی این امپراتوری وایسن و با تمام قدرت با خاک یکسان بشن یا مثل بچه آدم طبق زربون مسئله خودشون خودشون میگم من خودشون وام میگیرم دستی رو که نمیتونن ببرن بیان مثل بچه آدم ببوسن در زندگی مارمولکی خودشون ادامه بدن اون به خودشون مربوطه دیگه چه جوری زندگی میکنن ولی زیر سایه ایران باید زندگی کنن و این اتفاق تو منطقه شکل میگیره حالا میخوای بگی این حرفای من فاشیستیه میخوای بگی شومونیسیه هرچی چی دلت میخواد بگو من اصلا ببین از این اتهام و برچسب ها ببین من خیلی پوستم گلفته این اتفاق میفته حالا تا هر برچسبی دوست داری بزن برچسبو به خودت چی دوست داری به برچسب بزنی اون به خودت مربوطه این اتفاق میفته من دارم بهت میگم این اتفاق میفته امپراتوری ایران شکل میگیره بعدش هم پس از این امپراتوری مبحث اتحادیه ایران بزرگ شکل خواهد گرفت حالا هر جوری که دوست داری برو تفسیر کن مهم تفسیر من و شما نیست مهم اتفاقی است که در شرف به وقوع پیوستنه پاینده ایران بدرود